با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهمانی هستم در این روز پنجشنبه. پنجشنبه‌ای که برای ما ایرانی ها یه لطافت خاصی داره. بالاخره پنجشنبه بود و همه توجه ها از دوران کودکی به پنجشنبه بود که جمعه تعطیل بود و در خانواده هم شوق و ذوقی بود. اما این پنجشنبه ها یواش یواش هرچی که به این نظام اهریمن نزدیک شدیم و وارد این دوره شدیم، در حقیقت اون لطافت و بوی خاص خودشو از دست داد. اصلا امروز که 12 جولای 2018 برابر است با 21 تیر ماه 1397، خبر چی بگم، تأثیر انگیز، بسیار سخت و شایدم برای خود عباس امین انتظام یه جور رهایی بود، راحت شد از این همه مکافاتی رو که تحمل کرد. بیگناه به زندان رفت، با یه توطئه آخوندها به زندان رفت، ولی ایستاد و خودش رو پیرو مصدق معرفی میکرد و منش او رو برای خودش اختیار کرده بود و مثل مصدق در حصر رفت و در حصر هم مرد. منتها فرق دو نظام حکومتی است. در دوره آریامهری مصدق رو به باغ خودش احمدآباد فرستادن، اونجا با رعیتاش بچرخه، کیف کنه، گاهی مهمون براش بره، ولی از باغ بیرون نیاد. بیرون بیاد چیکار کنه؟ کجا میخواد بره؟ همه چی اونجاست، مرغ و گاو و گوسفند همه تو باغه، مردم هم میرفتن باغ دیدنش. ولی در نظام اهریمن که مردم ما، همه ما با پوست و گوشت و استخونمون حسش کردیم، لمسش کردیم، ماجرای آدمی مثل انتظام نوع دیگر است. اما به همین دلیل میدونی که ما در این روزای پنجشنبه در این ساعت میریم خدمت آقای وفا یغمایی نازنین. از در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای یغمایی، خوش آمد بگیم و تشکر کنیم از حضورش در برنامه. آقا من به شما سلام میکنم و صمیمانه از حضور تشکر میکنم. درود بر شما و سپاس از محبت و تلاش های شما. ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که نازنینان، دوستان، بینندگان محترم، ما داشتیم تاریخ رو با آقای یغمایی دنبال میکردیم، اما این ماجرای تاریخ رو رسیده بودیم به دوره مرد پادشاه هزار زن بهش میگن، فتحعلی شاه، و دربار او، ماجراهایی که در دربار او گذشت. اما دو تا واقعه است، یکی همین تأثیر از تحول و در حقیقت از میان رفتن عباس امیر انتظام، یکی هم فرداست که یه روز مهمی است، برای اینکه اون هم روزی است که در حقیقت 23 اینا تیر کشیدن به رو، به خنجر کشیدن در حقیقت به رو به قاسملو، عبدالرحمن قاسملو، یه شخصیتی که به راستی ایران رو دوست داشت و خواهان ایرانی آباد و آزاد و سربلند بود. او هم از در حقیقت هم نسلان همین امیر انتظام بود. او هم تاریخ ایران رو میدانست، با ادبیات ایران بسیار آشنا بود، جغرافیا رو هم بلد بود. در نتیجه اون سه عنصر اصلی تاریخ و جغرافیا و ادبیات در قاسملو خلاصه میشد. قاسملو شخصیتی بود وقتی که
به هر کشوری میرفت درست مثل یه دیپلمات برجسته. چطور میبینی آقای ترامپ الان اومده به انگلستان با تمسخر روبرو میشه، براش بادخونک هوا میکنن، بچه ترامپ هوا میکنن؟ نه، برای قاسملو فرش قرمز پهن میکردن و بسیار با احترام، درست مثل این که یک رئیس جمهور، یه نخست وزیر، یه مقام ارشد یه کشور وارد شده، اینجوری ازش پذیرایی میکردن. بنابراین به پیشنهاد آقای یغمایی نازنین گفتیم که بگذاریم از تاریخ، بیایم به این دو واقعه بپردازیم. بنابراین اجازه بده بریم دوباره پیش آقای یغمایی و از او بپرسیم که نگاهش رو به دو این موضوع، یعنی یکی مسئله در درجه اول مسئله عباس امیر انتظام و بعد هم اگر فرجه‌ای باشد برسیم به قاسملو. قاسملو از این جهت از آقای یغمایی میشه این حرف رو شنید، برای اینکه در دورانی که در فعالیت‌ها بوده، در ایران بوده و بعد گرفتار میشه و بعد میره به کردستان، در اونجا با قاسملو برخورد داشته، دیدش از نزدیک، با هم کار کردن، میشناسه قاسملو رو. به این دلیل یک غیر کرد میخواد راجع به شخصیت قاسملو حرف بزنه، که نگیم تعصب قومی و غیره. پس بذار از آقای یغمایی خواهش کنیم که اول نظرش راجع به شخصیت امیر انتظام برای ما بگه، بعد هم بشنویم فرمایشو در مورد عبدالرحمن قاسم، دکتر قاسم. بفرمایید آقای یغمایی، سراپا گوش. درود بر شما آقای بهبانی و درود به هممیهنان گرامی و عرض تسلیت به دوستان و رفقا و دوستداران آقای امیر انتظام، که ما هر عقیده ای داشته باشیم و هر فاصله ای در اعتقاد، یک چیز رو نمیتونیم نادیده بگیریم و اون هم مردی که از سال 1158 تا لحظه مرگش، یعنی حدود 40 سال یا زندان بود، 3 بار در حقیقت به زندان کشیده شد، پس از فرصتهای کوتاه و یا در حس بود و تحت فشار. در حقیقت میشه گفت که هیچ کس، کسایی که ما میشناسیم، به اندازه اون عقد نکشید و پا فشرد بر سر اعتقادات خودش، شیرانه ایستاد و در تاریخ ایران نام او به خوبی یاد خواهد شد، در تاریخی که ظرفیت این رو خواهد داشت در آینده که ما بتونیم علی رغم هر اختلاف نظری همه کسانی رو که عشق این آب و خاک در دلشون بود دوست بداریم. شگفتا که زندگی نامه آقای امیر انتظام پس از دستگیریش و چند سالی پس از دستگیریش به طور دیگه خودش نشون بود، چون یک شخصیت سیاسی بود که در آغاز انقلاب معاون نخست وزیر بود، سخنگوی دولت بود و دارای عزت و احترام کافی و سفیر در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد و نروژ و فنلاند، و بر اثر کشاکش‌هایی که در حقیقت بر سر میز قدرت انجام گرفت، در حقیقت ما بارها صحبت کردیم که قدرت و تمامیت طلبی دوست نمیشناسیم. آقای صادق استاده رو که خمینی بهش صادق جان میگفت به پای چوبه دار میبره، آقای طالقانی رو به اون وضع عجیب مسموم میکنند، پسر خمینی از بین میره، و نیز آقای امیر انتظام به تهمت مزدوری برای آمریکا و CIA به زندان کشیده میشه. و من یادم سال 58 چه جو و عجیبی ایجاد شده بود، که از یک طرف رژیم فریادش به آسمون رفته بود و از یک طرف متاسفانه بسیاری از نیروهای چپ
به دلیل جو ضد آمریکایی که آخوندها بهش دامن زده بودند و اون شیطان بزرگ و مزخرفاتی که خمینی سرهم کرد، آقای امین اسلام قربانی این بازی شد، در حالی که به خوبی توضیح داده بود که یک وزیر، کسی که وزیر امور خارجه هست، کسی که کارهایی در اسکاندیناوی فعالیت میکنه، روابطش با دولت‌های مختلف روابط جاسوسی نیست. منتها متاسفانه من یادم همون هنگام در جو عجیب انقلاب و اشغال سفارت آمریکا و نمیدونم پرونده های عجیب غریبی که گفتن از جاسوسی در اومده، من جمله سازمانی که من عضوش بودم مقاله‌ای نوشت به اسم مار در آستین انقلاب و آقای انتظام به خلاصه کوبید، زیرا جو این بود که همه باید بکوبند، همه باید بکوبند و این چهره مظلومانه‌ای که این مرد از خودش نشون داد، گفتم فارغ از هر نوع زاویه‌ای که با هم داشته باشیم، به عنوان دو تا آدمی که هر کسی یک تو جای خودش بود، یه وزیر بود، ما یک تبعیدی ساده سیاسی و یک شعار نویسنده، واقعا باید دید که این چقدر در اون سالها تا موقعی که ابرها به کنار رفتن و چهره واقعی اون نمودار شد و نقاط مثبتش درخشید، چه رنجی برد این مرد. حتی رژیم، من یادمه که در مقالاتی طبق معمول که هر کس رو میگیرند، یا معتاد یا هموسکسوئل هست یا نمیدونم بیمار جنسی هست یا نمیدونم باهایی هست یا یهودی هست، چیزایی که تو فقه آخوندی به اصطلاح نقاط لعنت و نفرینه، اعلام کردن که ایشون فامیلش چیز دیگه بوده و ایشون یهودی بوده پدرش و عموش، بعد خودش بهایی شده، بعد سال فلان عوض کرده، یک پرونده مزخرفی که در پایه نه یهودی بودن اشکال داره نه بهایی بودن، اینها چیزای آخوندی است که آقای امین انتظام نبود، ولی برای اینکه خوب چربش بکنن و خوب او رو به کشتارگاه ببرن و نابودش بکنن، هر چی تونستن علیه اون گفت. ایشون فردی بود تحصیل کرده در سه جا در ایران، در انگلستان و در آمریکا، در پاریس و در آمریکا تحصیل کرده بود و سیاستمداری بود در کادر خودش برجسته و از اسامی که روی بچه‌هاش گذاشته، اسامی ایرانی، الهام و اردشیر و انوشیروان، مشخصه که علاقه خاصی به ایران و تاریخ ایران داشته، چون نامگذاری بسیار مهمه. کسی که مثلا اسم بچهش میذاره غلام علی یا غلام حسین، معلومه که علاقه داره به امام اول شیعیان و امام سوم شیعیان، و کسی که اسم بچهش میذاره اردشیر و انوشیروان الهام، مشخصه که بیشتر به فرهنگ باستانی ایران و فرهنگ قبل از اسلام ایران توجه داره، که این هم در مملکت کنونی ایران جرمیست اگرچه آخونده حریف نمیشه. آقای امین انتظام در حقیقت قربانی به نظر من جدال جبهه ملی شد، دوستانش با رژیم آخوندی. این دوتا جنس بودن. اگرچه در خیلی مواقع ما ممکنه که مواضع مهندس بازرگان رو زیر علامت سوال ببریم، یا اینکه فلان کس چرا دست خمینی رو بوسید، ولی اینا دوتا جنسن و مخالفت ایشون، آقای امین انتظام، با مجلس خبرگان و با نظام ولایت فقیه در کنار مهندس بازرگان برگیست درخشان در کارنامه او، و این یکی از نقاطی است که این آخوندها خلاصه کمر به قتل اون بستند، اگرچه موفق نشدند اون رو بکشند. اول میخواستن اون که اعدامش رو در اصفهان صادر کنند و سه روز بعد به دارش بکشند، چنانکه خودش نوشته، ولی فشارهایی که اومد، فشار افرادی مثل مهندس بازرگان، مثل آقای دکتر بنی صدر، مثل شیخ علی تهرانی و خیلی دیگه، بالاخره آخوندها رو از کشتن امین انتظام خلاصه باز داشت و اون تبدیل شد به زندانی. زندانی خلاصه زندانی که سنگین ترین و طولانی ترین حبس رو در ایران تحمل کرد و در حقیقت سمبل زندانی سیاسی اوست، با خصائصی که نشون داد، با پافشاری که نشون داد و با مواضعی که در طول این مدت زندان گرفت. او از
هواداران مصدق بود، دکتر محمد مصدق، چهره ملی و فراموش نشدنی. پس از 28 مرداد فعالیتاش رو شروع کرد. این چیزایی که تو زندگی اون مثل خیلی های دیگه قابل دسترسی است، ولی مهمترین نقطه همون چیزی که گفتم، مخالف ولایت فقیه، چیزی که هنوز هم ما از دستش ببینید راحت نشدیم. وقتی صریح میگم با صحبت کرد، هنوز ولایت فقیه بر سر کار توسط خامنه ای و هنوز کسانی که دارن می جنگند از ولایت فقیه نمیتونن دست بردارن، اسمشو دگرگون کردن و هنوز در این راستا ما با جمهوری دموکراتیک اسلامی مثلا روبرویم، در حالی که آقای امیر انتظام با همه تهمتهایی که بهش زدن، او راحل و اساسا بازبینی رأی مردم و یک نظام جدید میدونست، اونم در هنگامی که در زندان بود و تحت فشار، و اگر نکشتنش علتش بود که نتونستن، وگرنه در ذهن بارها اونو کشتن، در عمل موفق نشدن. آخوند در کشتن هیچ مرزی نمیشناسه و آیین و اونیز در کشتن از روز اولی که سر و کلش بیرون از مرزهای ایران پیدا شد با کشتار مخالفان شروع کرد، و اینها سنت های تاریخی خودشون رو دارند، آیه هاش رو دارند، احادیثش رو دارند، سنت پیامبرشون رو دارند، سنت امامان در قدرتشون رو دارند و هیچ مشکلی اینا ندارند. او یک دوران واقعا عجیب غریبی رو در طی این 40 سال طی کرد. وقتی ما سرگذشت رو میخونیم، من این صبح که خبر رو شنیدم نگاهی انداختم جست و گریخته ببینم او چه کرد. واقعا حیرت کرد از موازهی که گرفته بود، از 454 روز اقامت در سلول انفرادی، یعنی 1 سال و چند ماه. کسانی که سلول انفرادی کشیده باشند میفهمند که 454 روز یعنی چه، اونم در رژیم ولایت فقیه با اون درندگانی که درندگان ایدئولوژیک، درندگان مکتبی و نه سربازان سلول های زندان های محمد رضا شاه، که ماه رمضان که میشد درهای سلول رو باز میذاشتن و آب پاشی میکردن و مأمور ساواک حلوا و آش میپخت، حلوا و آشی که همسرش پخته بود میورد برای زندانیان و فضا عوض میشد. او 454 روز در سلول ولایت فقیه گذروند، بارها و بارها کشوندنش به دادگاه. وقتی که یک نفسی اومد برآورده در فاصله یک زندان سنگین، دوباره به خاطر توهین به اصطلاح جلاد اوین، که اون این ترمو برای لاجوردی به کار بود که گفت لاجوردی یک جلاد پاپوش ساختن براش، دوباره کشوندنش به زندان و زیر ضرب خلاصه وحشی ترین و جانی ترین آخوندها قرار دادن. آقای امیر انتظام متهم بود به جاسوسی برای آمریکا، چیزی که من اشاره کردم. متاسفانه در این جدال نیروهای چپ برخیشون و سازمان مجاهدین نیز هم صدا شدند، مار در آستین انقلاب نوشتند و او کاملا کاملا تنها بود. فقط تعدادی از یارانش رفتند و کوشش کردند که کمکش بکنند، و امیر انتظام در خاطراتی که بعدها نوشت 600-700 صفحه به طور روشن توضیح داد که تمام اینها توته و دروغ بوده و تمام اینها ملاقات‌های سیاسی بوده که با مقامات آمریکایی و مقامات بقیه کشور داشته، چون ایران بر اساس نوشته‌های اون 1200 قرارداد با دولت آمریکا در زمان شاه داشت که باید حل و فصل می‌شد، ولی اون جنون شیطان بزرگو که اینقدر گرفته بود که بنده خودم به دستور تشکیلات سرود نبرد و آمریکا رو سرودم، فضایی باقی نمیذاشت که کسی فکر بکنه که این یک وزیره و یک وزیر امور خارجه و یک سفیر و این ارتباطات طبیعی است. بگذارم از این که بعد از 40 سال ما میبینیم اون تهمتی رو که به آقای امین انسان زدن، این فردی میان پرست، الان به طور علنی ارتباط با سازمانهایی نمیدونم مربوطه در آمریکا، نه تنها عیب نیست، تهمت نیست، بلکه باعث افتخاره. و سخنرانان جلسهشون کسانی هستند که در برخیشون در این نهادها کار میکنند. یکی از بزرگترین
به نظر من حرفایی که امیر انتظام زد به عنوان یک فرد میهن پرست این بود که گفت اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند، زیرا امیر انتظام معتقد بود که این رژیم از مبنا پوسیده. اگر این اعتقاد رو نداشت نمیتونست مقاومت بکنه. من همیشه، من خودم زندانی سیاسی بودم، البته یک بیستم آقای امیر انتظام، اونم در رژیم شاه که زندانش به نظر من از جامعه کنونی که آخوندها درست کردن بسا شرایط بهتری داشت. یعنی اگر اون زندان ها الان بر جا بود، بخشی از کسایی که تو گورستان زندگی میکنند و تو آشغالدونی دنبال غذا میگردن میرفتن داوطلبانه خودشون رو معرفی میکردن که به زندان بروند و از امکانات آسایشگاه زندان، غذای زندان، فوتبال زندان، والیبال زندان استفاده بکنن. او دقیقا معتقد بود به همین دلیل تونست 39 سال مقاومت بکنه در حبس و حصر. اصلاح قانون اساسی گفت مشکلی را حل نمی کند، بلکه متمدنانه ترین و دموکرات ترین راه حل بر پایه رفراندومی برای تعیین نوع حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است و این به مراتب از کسانی که امروز از قول مردم وعده جمهوری دموکراتیک اسلامی رو پس از 40 سال نکبت و کثافت مذهب آخوندی و این همه جنایت میدن بسا مترقی تر بود. این مقاله رو نوشت و این تیتر رو به کار برد و دوباره راهی زندان شد در اردیبهشت سال 72. و کسی که دو بار حبس و کشیده بود، من اینا رو میذارم روی میز فکر میکنم با چه انگیزه ای واقعا این همه هنوز هم هستن کسانی که آقا جاسوس بود، جنایت کرد، نمیدونم با خمینی کار کرد. آره همه ما در حال تغییریم، همه ما کارهایی کردیم. فرد بزرگی، نویسنده ارجمند، یکی از ستونهای فرهنگ و ادبیات مملکت ما و روزنامه‌نگاری ما، آقای علی اصغر حسین جوادی که روانش شاد و یادش همیشه گرامی باد، او نیز در آغاز انقلاب در بیزاری از رژیم شاه خب مقالاتی نوشته که امام می آید، امام فلان می کند، ولی بلافاصله پس از اینکه متوجه شد اون صدای پای فاشیسم رو نوشت و او هم 40 سال در تبعید به سر برد و در غربت به خاک رفت. باید فکر کرد که چه انگیزه ایست. اینجاست که ما میتونیم امیر انتظام رو در روشنایی کافی ببینیم و زندان 40 سالی او رو بفهمیم که چرا مقاومت کرد و چرا 39 سال زندان. میتونست راحت کوتاه بیاد مثل بعضی که کوتاه اومدن و از زندان خارج شدن و زندگی آرومی داشته باشه، ولی اینو قبول نکرد. 3 بار مدت کوتاه آزاد شد، دوباره اومد به زندان و سازمان خودش، اون جبهه‌ای که در اون بود، جبهه ملی ایران، خلاصه اون رو دوباره انتخاب کردند در شورای مرکزی. و آقای امیر انتظام با اینکه بیمار بود سمت مشاورت رو پذیرفت و تا پایان زندگی نیز وفادار موند. او در طول زندگیش بجز کتاب‌های نوشت، بجز مواضع بسیار خوبی که گرفت که یاد اون رو به عنوان یک میهن پرست در ایران حفظ خواهد کرد و به عنوان کسی که در آینده حتما از او یاد خواهد شد، خلاصه ماندگار خواهد بود، از تمام حرکاتی که در میهن خودش علیه این حکومت ننگین میتونست یه تنفسگاهی باز کنه، من جمله در شرایطی که جنبش سبز زیر ضرب بود حمایت خودش رو از اون اعلام کرد و یک نمونه انسانی از خودش نشون داد که نشان دهنده شعور و ادراک انسانی بالای اون هست. و اون هم وقتی که در بیمارستان بود فهمید اون جلاد خوناشام محمدی گیلانی که صدها نفر رو تیربارون کرده بود و قاضی دادگاه امیر انتظام بود و سرنوشت امیر انتظام رو ورق زده بود، فهمید بستریست، رفت به دیدارش و این فارغ از دنیای سیاست ممکنه ما بگیم که ضعف نشون داد، ولی امیر انتظام در حالی که زندانی بود رفت. جالب اینه، در حالی که قربانی بود به عیادت جلاد رفت و نشون داد که کینه او کینه فردی نیست، کینه او یک کینه و نفرت ملی و میهنی است و با فرد مشکل نداره، زیرا با فرد اگر که کینه داشته باشدم
یه جایی خلاصه پاش خواهد لغزید و کوتاه خواهد اومد، ولی اگر به میهن و ملتش آدم وفادار باشه تا پایان خواهد ایستاد. و امیر انسان ایستاد در طول دوران زندانیش، چندین جایزه دریافت کرد، جایزه بین‌المللی حقوق بشر برونو کرایسکی رو گرفت، جایزه بین‌المللی شهامت اخلاقی رو گرفت در سال 1983، جایزه بین‌المللی حقوق بشر لوح سپاس رو از سازمان حقوق بشر گرفت و خیلی تلاش های دیگه. این گوشه ایست از سرگذشت او. در آینده از او خواهند گفت، از او خواهند نوشت. من به عنوان یک ایرانی در تبعید، کسی که خود قربانی این رژیم، در مقابل او به احترام می ایستم و به او درود می گویم و یادش رو در سینه خود به عنوان یک مبارز ایران دوست و میهن پرست گرامی می دهم. به همین اندازه اکتفا می کنم و درود برم. به البته ما چندین عکس از آقای امین انتظام داشتیم، یکی دو تاشو بیشتر نشون ندادم برای اینکه فکر کردم بهتر توجه به صحبت‌های آقای وفا یغمایی بشه تا به عکس ها. هدفم این بود. اما همطور که گفتم فردا مصادف است با به خون کشیده شدن یه شخصیت مهم میهنم، دکتر عبدالرحمن قاسملو. میدونی که این ماها مصادف با ماه خون است، یعنی در همین ایام بود که در آلمان در شهر برلین در کافه میکونوس ریختن و با زبان خودشون، زبانی که متعلق به نظام اهریمنه یعنی فوش خوار مادر، اسلحه کشیدن و عده‌ای را هم اونجا کشتن. اما ماجرای قاسملو ماجرای دیگری است، چون میدونم که آقای یغمایی خودشونم بارها در همین برنامه ها به این موضوع اشاره کردن که در دوره‌ای که فعال بوده در ایران، نه اینکه الان فعال نیست، اون موقعی که در ایران با سازمان مجاهدین همراهی میکرده و بالاخره مجبور شده همطوری که گودش گفته بیاد به کردستان و مدتی رو در همون رادیویی که اونها داشتن، آقای یغمایی هم البته خودشون بهتر توضیح خواهند داد، همکاری میکرده تو دفتر حزب دموکرات کردستان، اصلا اونجا زندگی میکرده. قاسملو هم تصادفاً هر وقت که به کردستان میومده در همون محل زندگی میکرده، میخوابیده، غذا میخورده، مقر بوده دیگه. بنابراین آقای یغمایی چندین بار با این شخصیت از نزدیک برخورد کرده، صحبت کرده. بریم روایت آقای یغمایی رو از این شخصیت بشنویم. بفهمید آقای یغمایی که بود و فکر میکنی که اگر امروز بود باز هم این مسائلی که در واشنگتن اتفاق افتاد میافتاد؟ آیا امروز نوریزاده میتونست بیاد بگه که رفیق خوب من آقای مهتدی رو میکنیم نخست وزیر آمریکایی‌ها، میگیم که اینو بکنن نخست وزیر؟ آیا قاسملو اگر امروز بود وضعیت به نظرت به چه سمت و سویی میرفت؟ بفرمایید. خصوصا از خودم که بگذارید آقای بهبانی این ملت بجنبد، پاسخ خودش را خواهد داد. به قول یک بیتی از میان که بدهد جواب ملا را، میدهد هم جواب اینها را و نشان خواهند داد که ایران از زیر بوته در نیومده و این اقوام ایرانی قرنها با هم زیستند و این مادر و ناموس مشترک همه ماست، فارغ از هیچ نوع برتری طلبی و بزرگی میان افراد مختلف و اقوام مختلف.
که من بارها گفتم دعوا دعوای حکومت ها با ملت ایران بود، با اقوام ایران، نه دعوای اقوام ایران. اقوام ایرانی همیشه قربانی بودن، همشون قربانی بودن. و تاریخ حکومت ها رو باید ما جدا از تاریخ اقوام بدیم. تاریخ اقوام ایرانی سرشار از زیباییه، سرشار از زیبایی از نظر فرهنگ، از نظر مبارزه، از نظر انسانیت. من قبل از آقای قاسم بردازم یادش باد، من شانس این رو داشتم که دوره رکیم و سه سالگی تا 12 سالگی در بلوچستان، سیستان تا بلوچه و سیستانی ها به سر ببرم، در شهر و یک دوره رو، دوره بسیار خطرناکی رو که دیواران ها بود، سال 60-61 رو در کردستان با کردها باشم، با حزب انتخاب کردستان دیوان از نزدیک آشنا بشم. و نیز به دریق شانسی که داشتم دوستان زیادی از میان دورها داشتم و این سه قوم و سه جمعیت عظیم که صاحبان ایرانند، مثل همه من خوب فهمودند که این اقوام کی هستند، چی هستند، فرقشون چیست. و واقعا من خودم یک کسی هستم که گم شده ای میان این اقوام ایرانی و اصلا هویتی مشخص برام قائل، یک ایرانی هستم در کتاب. ولی دکتر قاسملو زندگی شخصی و مشخصه، کتاب ها نوشتن در موردش، خاطرات نقش شده، شما کافیه بزنید روی اینترنت ببینید که از ویکی‌پدیا گرفته تا دوستانش و تا اسنادی که حتی خود رژیم رو کرده، کسانی که از رژیم بریدند و بیرون اومدند، ماجرای خلاصه دکتر قاسملو رو شرح دادن. من از اینها میگذرم، از این که او فردی بود فرهیخته. این دو نفری که ما امروز داریم صحبت میکنیم ازشون، تا حالا آقای امیر انتظام و دکتر قاسملو، یکی از ویژگی هاشون فرهیختگی و دانش اینها و تحصیل کردگی اینها بود که خیلی برای کسانی که رهبری رو میخوان به عهده بگیرن به نظر من مهمه. در دوران ما الان قرون وسطا ما نیستیم، کسانی باید خلاصه سکان سیاست رو در دست داشته باشن که بفهمن چی میکنن. دکتر قاسملو دکترای اقتصاد داشت، تا جایی که من خوندم 8-9 زبان رو به روانی صحبت میکرد. فردی بود که سالها تدریس کرده بود در دانشگاه‌های مختلف، درس خونده بود. پروسه تحصیلی اون بسیار پروسه غنی و قابل توجهی در کنار پروسه سیاسی اون فردی که از یک خانواده ثروتمند در شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران برخاست و با کاروان نخستین دانشجویان ایرانی که روانه تحصیل شدن روانه شد و به مبارزه کشیده شد به خاطر کردستان، به خاطر ایران. چون دکتر قاسملو، من صبحم یک ویدئویی براتون فرستادم و نیز همسر اون در یک مصاحبه گفته که اسنادش هست، قاسملو کردستان رو از ایران و ایران رو از کردستان جدا نمیدونست و میگفت که هیچ کس از ما کردها ایرانی تر نیست و راست میگفت. کردها، چندی قبل من دیدم دعوایی هست میان دو نفر که مقاله نوشتن که آریو برزن و بابک خرمدین رو کرد میدونستند، کسی که لور بود لور میدونست. و من خندیدم و گفتم چقدر خوب که این دو قهرمانی که بر فراز تاریخ ایران خلاصه خیمه زدن مثل آسمان ایران و مورد احترام هم هستند، کرد باشن و لور. و نیز در سرودهای کردها، من جمله سرود ای رقیب، میگن ما فرزندان کیخسرو هستیم، فرزندان کاوه آهنگر هستیم. که این سرود رو من سال 60 به مدد یکی از دوستان کرد که الان اسمش متاسفانه فراموشم شده ولی یادم میاد خواهم گفت، ترجمه کرد او، من به فارسی برگردوندم و یک نواری ساختیم
که ترجمهشو من دکلمه کردم و سرود هست، و در این سرود اینا میگن ما فرزندان کاوه آهنگریم، فرزندان کیخسرو هستیم. و جالب این که کردها خودشون رو اصیل ترین پیروان زرتشت میدونن، و پس از این که ماجرای کردستان عراق پیش اومد، بارها و بارها در نشریات اعلام شد که 100,000 نفر ظرف یکی دو سال به آیین زرتشت پیوستن و اون آخوندی که در کردستان عراق بود گفته بود اینا مرتد هستن و باید اگر 3 روزه برنگردن گردنشون رو بزنیم، که حکومت وقت گفت که بند بساط جمع کن برو مرد، اینجا هر کسی آزاده که دینش رو انتخاب کنه. و نیز همین تعداد در کردستان سوریه. این رو به این جهت گفتم که پایه‌های فکری دکتر حسن خوب ایرانو میشناخت و خوب کردستانو میشناخت، و من نیز طی 1 سال و 1 ماهی که در کردستان در دفتر حزب دموکرات در حوالی سردشت و 2 کیلومتری روستای کوچکی به اسم شیوجو در یک دره اونجا بود که خیلی از نظر استراتژیک و نظامی خلاصه حفاظت شده بود و این هواپیماهای بمب افکن رژیم که میادن نمیتونستن بیان پایین و بمبارون بکنن، اگر که جایی بود که دشت بود حتما بمبارون میکردن، و توی تپا خونه هایی ساخته بودن که در حقیقت در دل تپه بود. این دفتر مرکزی حزب دموکرات کردستان اون موقع اونجا بود که از این گلوگاهش که وارد می‌شدیم 2 شاخه می‌شد، 2 دره. در یک دره کردها می‌زیستن و در انتهای دره یک کلبه‌ای بود نسبتاً بزرگ و حفاظت شده توسط درختان و برگ درخت و اینا که دکتر قاسمی اونجا زندگی می‌کرد. و در اوایل ما خودمونم تو همین دره بودیم، در حقیقت در 100 متری مقر دکتر عبدالرحمن قاسملو، و بعدها حزب در دره دیگهی که در پشت تپه همین خونه آقای دکتر قاسملو بود تعدادی خونه برای ما ساختند و ما طریقت به نوعی استقلال پیدا کردیم، البته استقلالی که با کمک های حزب دموکرات و شخص قاسملو. من اینجا واقعا باید به عنوان حقشناسی و سپاسگزاری به عنوان یک ایرانی این رو بیان بکنم که اگر که امیدوارم که کسانی که بیش از من هزاران بار میدونند که حزب دموکرات کردستان ایران و خود شخص دکتر قاسملو در سال 60 و 61 چه خدماتی به اونها کرد و چه کوشش هایی که سازمان مجاهدین بتونه اعضای خودش رو از زیر تیغ جلادان در ببره، بیشتر این حکایت رو بیان بکنند، که این بیان این حکایت وقت‌شناسی مایه نزدیکی و اتحاد و برادری و دوستی است و نه چیزی دیگه. من سال 60 در تهران بودم، برای اینکه یه مقداری بیشتر بفهمید، مبارزه مسلحانه شروع شد، 30 خرداد مبارزه مسلحانه، بعد جریان 7 تیر، پرواز جناب رجوی به خارج کشور و یه حالتی که من تو صحبتم قبلا گفتم چند ماه دیگه تموم میشه، چند روز دیگه تموم میشه، سقوط میکنه رژیم اینا، ولی خبری نبود. این وسط یکی از بچه‌هایی که قرار بود بره در رادیو مجاهد همون حوالی 30 خرداد در حقیقت در دفتر از مرکزی کردستان تأسیس شده بود و پخش میشد با فرستنده حزب دموکرات کردستان ایران. مجاهدین اون موقع امکاناتی نداشتن، بعدها یه فرستنده خریدند و خودشون به کار گذاشتن. یکی از اعضایی که قرار بود بره اونجا کشته شد، احمد شادبختی، سر قرار گرفتن، تیربارونش کردن، زنش هم کشتند، و من به جای اون روانه شدم. یک نوجوان کرد شجاع اومد به تهران و با اون من رفتم به مهابات، از اونجا پیاده روانه کوه و کمر شدیم و رسیدیم به دفتر حزب دموکرات. زندگی در دفتر حزب دموکرات از نظر زیستی سخت، دره‌ای که زیر بمبارون دائم فانتوم هایی که البته نمیتونستن بمبارون بکنن همواره در معرض حمله رژیم بود، البته خیلی خوب حفاظت میشد توسط پیشمرگا. جالب اینه که دکتر قاسملو در میان پیشمرگان خودش زندگی میکرد. تو 1 سال که من اونجا بودم
به جز مواقعی که لازم بود برای مسائل سیاسی و حل و فصل خلاصه برخی مشکلات در سطح بین‌المللی مسافرت بکنه، در اونجا در کنار رزمندگان خودش بود، با همون لباس کردی، با همون شال کردی، با همون دستار، با همون سلاحی که کمرش آویزون بود و هیچ فرقی آدم نمیدید. کردها بهش خیلی احترام میذاشتن، ولی دکتر فرز بسیار خاکسار، با صفا، موقر و شوخی بود که آدم تا باش برخورد میکرد همه دیوارها رو فرو میریخت. و این که با یک رهبر یک حزب مسلح روبروست که حدود 30-40 سال سابقه داره از ذهنش میرفت و یک رفیق رو در کنار خودش میدید. دکتر عبدالرحمن قاسم‌لو گاهی میومد با بعضی از اعضای دیگه، بعضی وقتا با اونها، بعضی وقتا تنها میومد به اون جایی که ما بودیم، یعنی مجاهدین زندگی میکردن، چای میخورد، گپ میزد و نیازها رو میپرسید که چه چیزی نیاز دارید. اینم بگم که ما وقتی رفتیم همه چیزامون رو تامین کردن. یعنی حالی من یه سوال دارم آقای یغمایی، واقعا پرسش برام پدید اومد که شما که به عنوان تشکیلات سازمان مجاهدین یه نفره که اونجا نبودی، که حتما عده زیادی از مجاهدین هم در همون پناهگاه پناه گرفته بودن و همونا هم میدیدن این رفتار قاسملو رو. خب وقتی رجوی با فیس و افاده میومد، چطوری شما این تفاوتا رو میپذیرفتید؟ این واقعا سواله. ببینید، چون فکر نمیکنم رجوی مثل قاسملو میومد در میونه بچه ها میشه چای میخورد، نمیدونم حرف میزد، گپ میزد، شوخی میکرد. نه، اون یک حکایت دیگری است آقای بهمانی. آقای رجوی اولا که موقعی که ما در اونجا بودیم ماها بود که رفته بود به پاریس و در محدوده دوستان نزدیکش اونجا زندگی میکرد و ما شاهد نبودیم. بعدش هم ایشون موقعی که اومد به عراق هرچند حفاظتش زندگی میکرد، ولی تا سال 1166-67 به دو دلیل، یکی که او هم میجوشید با اطرافیانش، باید بودید اونجا میدیدید، و یکی هم عینکی که ما بر چشم داشتیم، یعنی عینک مریدان یک مرادی که میپرستیمش، مانع این میشد. شما الان نگاه بکنید کسی مثلا یک رهبر فکری که شیفته شد، رهبر مذهبی به خصوص، اصلا شک نمی کنه که این حرفی که آقای آثار زدن که یک رهبر آسمانی با یه رهبر زمینی فرقش نیست، که رهبر آسمانی زدن تو هیته است که تو هیته الهی و پیغمبر و امام و اینا قرار داره، اصلا وارد هیته اش آدم نمیشه. موقع این هیته میریزه و دچار شک آدم میشه که از مدار جاذبه بیاره بیرون. و به این دلیل من تو هفته سال توضیح دادم اینو تو مقاله که چرا ما نمیدیدیم و چرا خیلی چیزای بدتر رو. حالا کاش رفتار بود و منش ها بود و اینکه این ترمی که مثلا میگن که یک رهبر میلیون ها فرسنگ نوری مثلا با شما فاصله داره، هزار بار بدتر از اون رفتاره، ولی ما میپذیرفتیم. در هر حال ایشون آقای قاسملو، من اینو میخوام بگم که موقعی که ما رفتیم سال قبل از من، یکی دو ماه قبل از من رفته بودن، کسای دیگه هم بودن. ببینید، آقای مسعود عدل بود که بعد در عملیات فروغ جاودان یک رزمنده و فرمانده بسیار شجاع جان باخت، و چند نفری هستن که الان زندن از کسانی که اونجا بود. و کسی که رادیو مجاهد آورد حقایق و بازگو آقای سعید شاه‌سوندی بود که در اونجا عضو تحریری رادیو مجاهد بود و تا واقعی من بودم اون هم بود و بعد از من همون در کردستان بود، و خیلی های دیگه بودن، که مهداد علوی طالقانی بود که پزشک بود، قهرمان کنگفو، فرد بسیار شجاع در عملیات فروغ، او هم جان باخت، و افراد زیادی که آمدند و رفتند. شاید نیمی از منصور بازرگان بود، کسی که او هم در عملیات فروغ از اعضای قدیمی، حدود 20-30 نفر بودیم ما در خود دفتر. و اینو من میخوام بگم که تمام چیزهای ما رو، یعنی کردها، حزب دموکرات و کردستان ایران به مثابه بخشی از مردم کرد، خیاطشون اومد لباس ما رو دوخت،
به ما کفش و لباس دادند، سلاح دادند، سلاحی که در آغاز ما گرفتیم از حزب دموکرات تو کلت و کلاشینکوف و بقیه چیزها، و غذای ما رو می آوردن می دادن تا موقعی که ما مستقل شدیم. می رفتیم در همون غذاخوری خود دکتر قاسملو می اومد، من به شوخی می گفتم اینجا غار علی باباست، چون که یک جایی بود به خاطر بمبارون سقف کوتاه در دل یک تپه. دکتر می اومد می شست وسط پیشمرگاه، غذا کم بود به دلیل محاصره کردستان. وقتهایی بود که روزها ظرفای انگور کوهی و پنیر شوری که به اسم شیرش بود و رده های نون رو میذاشتن. من خیلی این زندگی رو دوست داشتم، یعنی با رویاتم سازگار بود، و اون فضایی که همه مسلح، همه رفیق، همه آماده جنگیدن، همه رو در روی، لذتی داره واقعا آدم رو در روی این رژیم کثافت واقعا بایسته و بجنگه. و ای کاش دژی بود، تشکیلاتی بود شایسته و ملی که آدم باز هم جان بر کف واردش میشد. ما اینجا زیستیم. دکتر بعد وقتا می اومد، یک بار از کسانی که اونجا من با دستشون یاد بکنم که الان در میان ما نیستن، من جمله دکتر سعید شرفکندی بود که او هم چند سال بعد از دکتر قاسم بود در جریان میکونوس خلاصه کشته شد به نحو فجیع و شریرانه ای با دوستان. دکتر صادق شرفکندی، فکر کنم اونجا بهش میگفتن کاک سعید، برای این من اشتباه کردم. کاک فتاح کاویان بود که فردی بود فرهیخته، دبیر بود، و اینها اصلا من واقعا بهتون بگم این اعضای دفتر مرکزی حزب دموکرات کردستان اکثرشون آدمای تحصیل کرده باسواد و بسیار آگاه و ایران دوستی بودن. کاک فتاح اصلا من بارها صحبت ازش سوال کرده بودم. یک بارم از خود دکتر قاسمی سوال کردم که دکتر این، حالا من یه موقع جوان 25 ساله، اون یه رهبر خلاصه جا افتاده و قابل احترام، با خلاصه اندکی خجالت که فردا که این آخوندها برند و گورشون رو گم بکنند، نهایت خود مختاری چه خواهد بود؟ آیا شما مثلا روزگاری میرسی که از ایران جدا بشید؟ هنوز صداش تو گوشمه. گفت کاک محمد، با اسم محمد بود، گفت کاک محمد، دموکراسی که به ایران برگرده همه چی حل خودمختاری توش ذوب میشه. چه چیزی رو مردم کرد میخوان جز دموکراسی که بر سر همه سایه بزنه؟ و بعدها وقتی من این مصاحبهش رو شنیدم که گفته بود که هیچ کس از ما ایرانی تر نیست و ما کردها کردیم و ایرانی حقوق خودمون رو میخواییم، و خلاصه این همین رو کاک فتاح کاویان میگفت. بچه های کرد که اونجا بودند همشون از جوان های مثل کاوه که صدای مثل رد داشت و صدای در حقیقت صدای رادیوی حزب دموکرات کردستان بود، کاک خسرو، خیلی های دیگه، کاک جلید. خب اجازه بده من این نوار صحبت آقای قاسملو رو یه لحظه پخش بکنم، برمیگردیم پیش شما. کشور ما را به طرف جنگ داخلی هم ببره. پس ما اولا تمام خواسته های ما، هم دموکراسی هم خودمختاری، در چهارچوب کشور ایران است. ما خودمون را ایرانی میدانیم و به هیچ کسی، به هیچ ایرانی دیگه هم اجازه نمیدیم که خودش را از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این کار نمیبینیم. ولی در ضمن در این خانواده مشترک خودمون، وطن مشترک خودمون که ایرانه، میخواهیم به خب شنیدیم این تیکه فرمایش خود آقای قاسم، بفهمید ادامه از این مصاحبه همسرش هست که اونجا بهش میگفتن خوشک نسرین، خواهر نسرین، و معروف به مادر کردستان. فکر کنم اسم اصلیش هیلیه بود، که خانم چک بسیار باسواد فارسی رو خیلی صحبت میکرد. او هم تاکید کرده که دکتر عبدالرحمن قاسم بود یک میهن پرست بود، یک ایرانی بود، با تاکید بر اینکه حقوق کردها باید حتما استیفا بشه و گرفته بشه. در یک کلام او کسی بود که هم تجربه سنگینی داشت در سیاست و هم تجربه کافی در دانش. همونطوری که گفتم او زبونهای خلاصه
انگلیسی، اسلواکی، لهستانی، عربی، کردی، فارسی، اینها رو خیلی خوب صحبت میکرد به روانی همون زبان کردی خودش. دکتر قاسملو در سال 1160 به شورای ملی مقاومت پیوست، همون اول کار یکی از پایه های اصلی شورای ملی مقاومت بود و کمک های زیادی همینطور گفتم کرد، به خصوص به مجاهدین و در حفظ اونها، در اینکه موقعی که ضربه خورده بودن به خصوص سال 1160 و ماه بهمن پس از حمله به پایگاه موسی خیابانی و اشرف ربیعی، در حقیقت وضعیتی بود که اگر که پشتوانه کردستان ایجاد نشده بود، تعداد کشته ها در دام وزارت اطلاعات ننگین خمینی چندین برابر چیزی بود که اونها کشته گرفتن. و در حقیقت این پشتوانه بود، کمک کردها بود، همکاری اونها بود، چه در آوردن مجاهدین به کردستان، بعدها خودشون سیستمشون را انداختن مستقل، و نیز در مسافرت به خارج کشور پشتوانه حزب دموکرات و به خصوص موقعیت خود دکتر قاسملو بود که کمک میکرد کسانی که میخوان به کشورهای اروپایی بیان به کشور اروپایی. دکتر قاسملو وقتی که خلاصه اون وضع فجیع کشتنش، یک جو ایجاد شد که آقا خیانت کرد، رفت با دشمن بر سر سفره نشست. من همون موقع گفتم اگر دکتر عبدالرحمن قاسملو خائن هست، که نیست، زاپاتا چهره بزرگ مکزیک نیست، خائنه، برای اینکه او هم بر سر قرار بود که رفت با آمریکایی‌های اون دوره به تفاهم برسه که از چهار طرف، چنان که تو فیلمی که مارلون براندو بازی کرده بازسازی شده، از چهار طرف از بالای دیوار بستنش به گله و به همون وحشتناکی و بیرحمانگی دکتر قاسملو کشتندش. دکتر قاسملو یک نظرگاه داشت، یک نظرگاه داشت، در درون تشکیلاتی هم که من بودم گفته شد که او گفته بود که ما تو شرایط کنونی پیشمرگانمون ظرفیتشون حد و اندازه داره، اگر شما، چنان که قول داده شده بود که آقا ظرف یک سال یا دو سال این رژیم بیفته، و کوکی که کرده بودن اونا که در خارج کشور نبودن، که تعدادی از کادراشون تو خارج بودن، ولی تنه حزب دموکرات کردستان ایران بر خلاف سازمان مجاهدین در داخل کشور بود در سال 61-62 و داشتن می جنگیدن. بنابراین اون به عنوان یک رهبر دیدگاه خودش رو داشت و نمیتونه سب بکنه که آقا بر اساس تحلیلایی که الان 40 ساله ای کاش شده بود، ولی اقلا حالا که نشده یک انتقاد کوچک که آقا 6 ماه میریم، 6 ساله میریم، 16 ساله میریم، الان شده 35-6 سال، باز هم این آیه تکراری که آقا 6 ماه دیگه صبر بکنید میریم. و به این صورت، حالا به این صورتی که الان با کمک وضعیتی که شما بهتر خبر دارید، ولی او گفته بود اگر می توانید تا 1 سال دیگه رژیم رو بندازید آری، ولی اگر نه ما نمیتونیم بمونیم، باید جواب پیشمرگامون رو بدیم. و رفت و تو یک توطئه گرفتار شد، توطئه بسیار عجیب و غریب، که وقتی من چند سال قبل میخوندم این مدارکو، واقعا چه بساتی که خونه میخرن توسط دمبلا اینجا در وین، و این خونه رو میدن به یکی از مقامات، بعد دعوت میکنن، و خلاصه یه توطئه عجیب غریبی که بعضی ها ناخواسته توش بودن و دکتر قاسملو رو میکشونن بر سر قرار. او هوشیاری خودش رو به خرج داد به عنوان یک آدم مبارز، ولی دشمن هوشیارتر بود و با توطئه شخص هاشمی رفسنجانی اصلاح طلب که در رأس کار قرار داشت، در حقیقت دکتر قاسملو رو به اون وضع فجیع کشتن با گافی که از دولت وقت اتریش گرفته بودن که آقا جان شما در دوران جنگ اسنادی که نوشته اینجوری نوشته، شما به هر دو طرف ممنوع بود سلاح بفروشید، فروختید، اگر کوتاه نیایید تو این قضیه ما لو خواهیم داد و یقتون گیر خواهد افتاد، که اونا در دنیای سیاست وقتی شنین دلیلی باشه خیلی وقایع اتفاق میفته. و دکتر قاسملو قربانی بازی شد، ولی او نیز علی‌رغم چیزایی که گفتند، به دلیل شخصیت خودش، به دلیل ویژگی‌هاش، به دلیل اینکه بالاخره اگرچه بر سر میز صحبت با دشمن بود، ولی کشتندش، و این نشوندنده اینه که قاسملو
فردی بود خطرناک، میهن پرست در نظرگاه آخوندها و باید حذف بشه و اینطوری حذف شد. و در حقیقت این دوتا جالبه که ماجرای قایم انتظام و دکتر قاسمی، با اینکه یکی در عرصه سیاست هیچ وقت اسلحه به دست نگرفته بود و یکی یک عمر جنگیده بود به عنوان رهبر یکی از مسلح، از زوایای شبیه همه و در کنار هم قرار میگیرن. زوایای پافشاری بر اصول، ایستادن تا آخر کار یکی در زندان و یکی در قتلگاه و کشته شدن و توسط آخوندهای جنایتکار و خونریزی که ایران رو ویران کردند و کردستان رو نیز تحت فشار قرار دادند بیش از همه جا، این چهره در تاریخ میهن ما خواهد موند و در آینده از اونها حتما یاد خواهد شد. این اندکی از بسیار در مورد دکتر عبدالرحمن قاسم‌نوز و بیش از این رو بقیه خواهند گفت. اگه یادتون باشه هر سال در شهرهای کردستان در سال روز خلاصه سفر دکتر قاسم‌نوز تظاهرات هست، مغازه ها تعطیل میشه و نشون میده که باز هم او چهره است ملی و مردمی در میان کردها و در میان همه مردم ایران. یاد او هم در کنار همه مبارزان ایران گرامی باد. بسیار ممنون و متشکرم. بسیار از این موضوع بگذریم و یه قدری بر علیه نظام اهریمن، بر علیه خواستش به موضوع شادی بپردازیم و این ماجرای دستگیری این دختر که نوار ویدیوی رقص خودشو گذاشته بود و گرفتن و حکم بهش دادن و اینها. چون موضوع برنامه ما در حقیقت سیر تاریخ است و دو روایت رو همزمان دنبال میکنیم و از دانش شما در این زمینه استفاده میکنیم، یکی موضوع روایت مکتوب تاریخه، یکی روایت آخونده که از تاریخ پشت رو تعریف میکنه، یکی از این موضوعات رقصه، رقصیدنه. آیا در تاریخ چیزی از رقصیدن مکتوب وجود داره؟ چیه؟ قدی راجب این حرف بزنیم، بگذاریم از فاجعه مرگ تأثیر انگیز عباس امین انتظام و همچنین زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسم‌نوز. بفهمید تا بشنم. چه نکته جالبی آقای بهمانی، برای اینکه الان در کنار جنبش روسری، برداشتن روسری و چوب بر سر چوب کردن، جنبشی دیگه ای ایجاد شده به نام جنبش رقص که بر پاروکون به دلیل دستگیری خانم مائده حجبری، دختر 17 ساله ای که دستگیر شد و کشوندنش به تلویزیون و خلاصه اعتراف ازش گرفتن و این بد، این کار بد بود که حتی کسانی از درون خود رژیم هم حالا یا واقعی یا میخواستن خودشونو در این فضایی که رژیم واقعا بوی مرگش بلند شده و بوی پوسیدگیش همسدانشون بدن، این مسئله روی میزه، مسئله رقص. و جالبه که این، من داشتم فکر میکردم که این خانم مائده حجبری فامیدش ایرانیه، حجبر چاوا و رستم شب تیره اب بدرد دل شیر و چرم حجبر پلنگ، ولی اسمش کاملا اسلامی است. مائده یکی از سوره قرآنه که جالب اینه که این دختر خانم سال 80 متولد شده، الان 16 سال خورده داره، در زمانی که این رژیم نکبت و کسافت آخوندها، این جمهوری اسلامی ضد جمهوری، در حقیقت فرصت کافی داشته که خودشو نشون بده چی هست. من بارها تاکید کردم که این همه اسلام اسلام میکنیم، 1400 سال فرصت بود. آخه ما دشمنی خاصی نداریم با هیچ دین و مذهبی، من دشمنی ندارم،
مگر در صحنه سیاست که نمیذارن ما زندگی بکنیم. ما جنگمون سر زندگی خود و دیگرانه. ما به دنیا آمدیم، حق داریم زندگی بکنیم و این رژیم نکبت هیچ نوع امکانی برای زندگی نذاشته، زندگی همه رو سیاه کرد. حالا این که سال 80 به دنیا آمده، در سال 97 تبدیل شده به رقصنده‌ای که خشم اونها رو برانگیخته، از یک طرف اسلام داره به باد میره. باید بریم ببینیم که دعوا کجاست. دعوا یا سر اینه که حتی عده‌ای معتقدند که این توطئه وزارت اطلاعات هست، میخواد اذهان رو از بی آبی نمیدونم سیستان و جنبش واسه کازرون اینا بیاره رو رقص، مسئله مردم رقص، مسئله مردم گرسنگی. ممکنه این هم باید گوشه ذهن نگه داشت، ولی توجه داشته باشیم که تو همه چی مشکل داره این رژیم. ولی برای گرفتنش پلیس فتا گرفتش، نمیدونم حدود 80-90 هزار تا این مشتری داشون اینستاگرامش، اونم بستنش و قضیه رو فعلا ازش تعهد گرفتن و آزادش کردن. ولی ماجرا، ببینید ماجرا یک جدال سیاسی فقط نیست، یک جدال فرهنگی است و من که بارها تاکید کردم به روح این میهن ایمان داشته باشیم. این میهن دیروز به وجود نیومده. رقص ممکنه که یه دیگه آقا ضد اسلامی است، یا مثلا رقص رو با اون رقصایی که فقط تو کاباره ها انجام میشه، اونم عده دوست دارن میرن میبینن، هیچ اشکال نداره. پس فردا مگه تو ایران آزاد کاباره درست شد، کسانی دوست داشتن برای رقص عربی تماشا کنن یا رقص بابا کرم، هیچ اشکال نداره. ولی مدارکی که وجود داره، اولا بهتون بگم که رقص پایش اول تو کاباره گذاشته نشد. پایه رقص نخست خواهر همزاد مذاهب آغازینه، برای جلب نیروهای طبیعت، برای جلب قدرت طبیعت، برای باروری، برای زایش زمین و امثال اینها. و در اساطیر هندی پایان جان با رقص الهی، یکی از الهه ها فکر کنم که اینم اسمشون یادم نیست، احتمالا الهی کالی خواهد بود، شروع میشه که او پس از رقصی که میخونه جهان به پایان میابه، بعد مار کیهانی چنبره میزنه، بعد دوباره پس از یک خاموشی جهان آغاز میشه. جالبه که آدم اسامی یادش میره، اون اسم اون دوستی که اون شعرها رو ترجمه کرده بود الان یادم اومد، قادر بود، مام قادر از ادبای کردستان بود. مدارکی که وجود داره، سفالهایی که به دست اومده 6000 سال قبل در جایی که الان ایران قرار داره، به فلات ایران، ساکنانش میرقصیدند. این رقص ها جنبه های آیینی داشته. یک ظرف گلی پایداری از تپه تل جری در 12 کیلومتری تخت شمشید پیدا شده که نشون میده که مربوط به 5000 سال قبل. این نشون میده که دارن میرقصن. مردها دستاشون به پشت مرد مقابل گذاشتن، مثل رقصایی که الان لورها دارن، کردها دارن اینا، و مشغول رقصیدن. رقص در تمام جهان وجود داشته. انسان سر و کلش که پیدا شد، انسان شد، رقصیده تا اکنون. و بعد توضیح میدم که چرا آخوند مخالف. فراوان ما اسناد داریم. تپه سیرک، تپه موسیان، اسنادی وجود داره، کاشی ها وجود داره که توش رقص خلاصه نقش شده. در دوره هخامنشیان، بر پایه گزارشی که تاریخ نگارم جمله دوری ساموسی داده، در کنار اسب سواری و تیراندازی به رقص می پرداختند پارسیان برای افزایش قدرت بدنی خودشون. واقعا شما اگر رقصای کردها و لورها و ترکمنها و قشقایی ها رو نگاه بکنید، یا رقصای آذری رو، توانمندی که یک رقصنده داره باید به اندازه توانمندی یک ورزشکار نیرومند حرفه‌ای باشه تا بتونه برقصه. و بعد توضیح میدم که خیلی از این رقص‌ها اصلا آمادگی بوده برای دفاع در مقابل دشمن و قدرت بدنی داشتن و جنگیدن. در رقصی که در مربوط معروف به رقص پارسیان که مربوط به دوره هخامنشی بوده، یک رقص نظامی بود که
با فلوت و طبل خلاصه و دو تا سپر که در دستشون بود اینا میرقصیدن و همراه با موسیقی با به هم کوبیدن سپرها صدا در میوردن، خم میشدن، بلند میشدن، میپریدن، میجهیدن و این رقص انجام میشد که رقص نظامی بود به خاطر افزودن قدرت بدنی. من جمله این رقص رو شاه نیز انجام میداد. یک بار در جشن مهر که جشن بزرگ ایرانیان بود، شاه مجاز بود که در مقابل مردم شراب بنوشد و مست کند و این رقص پارسی رو برای مردم اجرا بکنه و تاریخ ها این رو ثبت کرد. در دورانی که سلوکی ها اومدن، رقص یونانی و تئاتر یونانی نیز با فرهنگ ایرانی در هم آمیخت و رشد زیادی کرد و رقص و آواز در دوره اشکانیان یه اوج خیلی بیشتری از دوره هخامنشیان داشت. در دوره ساسانیان ایرانی ها می رقصیدن از شاه تا مردم کوچه و بازار، رقص های گوناگون و من جمله بهرام گور، پادشاه شجاع و کسی که تاج را از میان دو شیر برداشت و به شاهی رساند و در این حال اهل رقص و شراب و خوشگذرانی بود، این بهای فراوان می داد و در قصه هایی هم که بیادگار مونده نظامی تأکید می کنه که سه دختر دهقان رو که یه بار اسبش مونده بود خلاصه در خونه اونها اتراق کرد، در خونه کشاورزی، و این دخترها یکی پا کوب و دیگر چنگ زن، یعنی یکی رقصنده بود دیگر چنگ زن، سه دیگر خوش آواز لشکر شکن، که نشون میده که در میان مردم رقصیدن و آواز خوندن و چنگ زدن وجود داشته و قبل از اینکه این بلای اجداد آخوندها بر ایران نازل بشه ایران سرگذشت دیگه داشت. ببینید من گفتم که من شانس اینو داشتم که بلوچا رو بشناسم، سرزمینشون در دوره شاه ببینم که حتی در اون دوره این سرزمین نسبت به جای دیگه ایران فقیر بود که خوردن ملخ یک چیز طبیعی بود. خود منم چند بار خوردم در بعضی مغازه‌ها، کیسه هایی بود که پر از ملخ برشته شده بود. نیز کردستان و لورها، من بارها و بارها وقتی فکر میکنم فرهنگ ایرانی رو به خصوص رقص و موسیقی رو مدافعش رو اقوام و جمعیت‌های ایرانی میدونم که دور تا دور ایران مقاومت کردن و از این زاویه احترام فوق‌العاده‌ای براشون قائلم. ببینید دور تا دور ایران از بالای خراسان بیایید میرسید به گیلان و مازندران، میرسید به بارها من اینو گفتم با آذربایجان، میایم پایین کردستان، میایم پایین لرستان، میایم پایین جنوب و ساحل نشینان و بلوچ ها و سیستانیان، رقص و موسیقی ایران پس از حمله اسلام در حقیقت پناه برد به ایلات و از اینجا فرهنگ ایرانی در کلیت خودش مدیون اقوامی است که می رقصند و می نوازند. شما نگاه بکنید هیچ وقت نتونستن رقص آواز از لورها و کردها و بلوچ ها و خراسانی ها و تالشی ها بگیرن برای اینکه حریفشون نشد. حالا این رقص هایی که پناه برد به ایلات و عشایر و من جمله شما اگه دیده باشه رقص بلوچی رو، رقص بلوچی یه رقص رو مثل رقص شمشیر با دو تا چوب اجرا میشه که واقعا با مهارت تمام یک جنگ کامله. من بارها مثلا فکر کرده بودم که با چنین کسی آدم روبرو بشه به هیچ وجه حریفش نخواهد شد، با فرزی با پرش های بالا. این رقص ها 10-12 گونه است که توسط ایلات و عوام عشایر حفظ شده که الان آخوندها صداشون از یک دختر نوجوان در اومده توجه ندارن که ریشه های، حالا این دختر رقص مدرن میخونه ولی ریشه های این رقصنده در اعماق تاریخ ایران از 5000 سال قبل تا دوره هخامنشیان تا دوره سلوکی ها و اشکانیان و ساسانیان کشیده شده و این فرهنگ به مدد قدرت فرهنگ ایرانی و نمایندگانش اومده به این طرف، خیر آخونده رو گرفته و اینها خواهند رفت و مردم بر اجساد اینا خواهند رقصید. ببینید جنبه های رقص گوناگونه، یکی جنبه های نمادین و مفهومیه که در حرکات دست و پا خودشون نشون میده که رقص های آیینی معمولا شوق گذاریه به خاطر کشت و زر، به خاطر زایندگی انسان ها و حیوانات این رقص ها انجام میشه که الان تو عشایر باقی مونده و اگر کسانی که
هنرشناس و رقص شناسان خیلی راحت میتونن از این حرکات بفهمن که چه حرکتی شوکگذاری است، چه حرکتی نماد مثلا پشمچینی گوسفندانه، چه حرکتی با پارای کشاورزی. یه جنبه های تاریخی داره این رقص که نشوندنده ریشه های تاریخی اقوام هست که نشون میده اینا چطور یه علاق اشتراق میکنن، چطور در مقابل اقوام دیگه میجنگن، از سرزمین خودشون، از دارایی خودشون خلاصه نگهبانی میکنن. و این چیزی نیست که آخوند با اون رساله های مزخرف و اون آیات چرند آسمانی میخواد فحشا و فساد رو خلاصه به رقص بچسبونه. بخشی از این رقصات جنبه های تعاون و همراهی مردم هست با هم دیگه، نوعی هماهنگی. شما اگه رقصای کردی رو دیده باشید، من خودم یک بار در عروسی برادر ملا آواره معروف مبارز کرد در یک زمستان سردی در دهکده شیوجو دعوت کردند. من همین چند لحظه با اینکه بلد نبودم، شانس اینو داشتم که دست در دست مردان و زنان کرد برقصم و در شادی اونا شرکت بکنم. قشنگ آدم میفهمه که این دست در دست بودن زن و مرد همچنین به جز این که نشون میده که در میان ایلات زن اون موجود توسری خورده و بدبختی که آخوند ایجاد کرده پس از حمله مهاجمان به ایران نیست. اینها به همدیگه اعتماد دارن، دست در دست هم میرخصن و نوعی روحیه برادری و تعاون و خواهری و خلاصه دوستی در میان اونها برقرار. جنبه عرفانی داره رقص، یکی از جنبه های قابل تأمله که در میان ایلات و اشایر هم وجود داره. جنبه های اسطوره‌ای داره رقص های ایلیاتی که برمیگرده به اسطوره های کهن اینها که در رقصشون نموداره. همچنین همونطوری که اشاره کردم جنبه آماده سازی بدنیه که یه رقصنده ایجاد میکنه، نوعی ورزشی. جنبه رقابت داره، بعضی از این مثل مسابقه تو بعضی این رقص ها تا پایان که ادامه پیدا میکنه بالاخره یک یا دو نفر باید ببرند و مثل مسابقه کشتی. جنبه شادی و سرگرمی داره، جنبه موسیقایی داره، جنبه انعکاسدهنده روحیات ایل رو داره. مثلا ایل لورها بختیاری ها با قشقایی ها یه تفاوت هایی دارن و نیز جنبه های دینی و بسیاری چیزهای دیگه. این انواع و اقسام رقص است که در طول تاریخ اینا هر کدوم شما بخوایم صحبت کنیم واقعا باید برفت کلی خوند، کلی بحث کرد و من بعد خواهم گذاشت بعضی اسناد و کسایی که بیشتر میخوام بخونن برن بخونن که بدونیم انسان رقصنده بوده و این چرندیات و مزخرفاتی که ملا سرم میکنه هیچ پر و پایه‌ای نداره. و این که یه دختره که 17 ساله رو دستگیر میکنن به جرم رقصیدن و اینکه 4 تا حدیث از امام محمد باقر، امام جعفر صادق ردیف بکنه و مزخرفاتی که آخوندها در رساله هاشون علیه رقص نوشتن، فراوون هم نوشتن که با این پرداخه یه فرصت باشه، اینها نیست. این یک گوشه ای از فرهنگ ملت ایرانه، تمام اقوام ایرانی است. یکی از زیباترین جنبه های زندگی اقوام ایرانی و ایرانی هاست که وسط ایران را آخوندها موفق شدن از بین ببرند به خاطر تهاجمی که کرد بیگانه و تونست اونجا رو درو بکنه، ولی در اطراف ایران موفق نشدن. ایستادن رورها، کردها ایستادن، آذری ها ایستادن، بلوچ ها ایستادن، بلوچ هایی که حتی ارتش اسکندر رو اونجا نابود کردن موقع بازگشت از هند. و این اومده تا دوران ما و پس از ظهور اسلام در ایران. ما 250 سال همونطوری که حکومت نداریم، وقتی که جالب رقص وجود نداره، مگر خلیفه ای نمیدونم یه رقصنده بیاره برقصه، بالکل فرهنگ رو کوبیدن. ولی پس از 250 سال سرکلش دوباره پیدا شد، برای اینکه همونطوری که آیین زرتشت ریخت در عرفان ایرانی و بازآفرینی کرد و خدای نو آفرید، رقص هم خودش نشون داد. و الان شاهدیم که با برکت نکبت حکومت آخوندی این در اوج میگیره و مسئله شده براشون. این اشاره کوچکیه واقعا به این چیزها، بیشتر شما میذارم برای فرصتهای بعد و روزگاری که ما تاریخ رو به جایی برسیم و بپردازیم. من ذهنم هست به اقوام ایرانی و ارزشهای اونها و فرهنگ اونها و به سفر بریم در درون اونها و ببینیم و چه کردن و من جمله بپردازیم به رقص و آوازی که نگهبان بزرگترین پایه‌های نگهبان
فرهنگ عمومی ایران و همین زبان پارسی که اینقدر کسایی که پانترکن تو سرش میزنن بر ستونهای همین موسیقی رقص و فرهنگ کردی و لوری و بلوچی بر پاست، این قابل اثبات و از اون صحبت خواهد کرد. میدونم، ولی اگه واقعا رقص ریشه در مذهب و دین مردم داره و مثلا رقص سما میکنن درویشا، میگن سنتی است از مولانا و دستشو میگرفته به ستون و میچرخیده و شعر میگفته، میگم اگر ریشه در دین دارد این رقص و مثلا درویشا رقص سما میکنن و چه میدونم زرتشتی ها دایره میزنن، ما میبینیم اینا رو، حتی مسیحی ها سرود میخونن و این از کجا یه مرتبه در اسلام گفت این رقص غلطه؟ چطور شد که همچه اتفاقی افتاد؟ ببینید داستان مفصله، فقط من صدا رو با ناله حافظ خلاصه این کلام رو در این بخش آغاز میکنم. ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن، تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت. این کلام دردناک مطلق غزل ایران هست و مولانا خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم؟ نی نی منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم. در خطاب به اون خدای وحشتناک میگه که میخواد رامش کن. ببینید اسلام، گفتم بحث فرهنگی است، امیدوارم کسانی که مخالفن بیان به هم میان تیوی حرفاشونو بزنن، چون ما یک چیزو الان میخواییم که همه به آزادی سخن بگن و بدون دشمنی با هم صحبت بکنن. من به دلیل تجربه عملی در حکومت خمینی و در تشکیلاتی که بودم، به دلیل وضعیت 40 ساله ایرانی و به دلیل مطالعاتم روی مذهب و اسلام، ببینید معتقدم این آیین با شادی مخالفه و با غم و اندوه موافق. نمونش در طول تاریخ نگاه بکنید، اوجگیری دوره صفویان رو و این 40 ساله، یکی از مهمترین مشکلاتی که اینا دارن مخالفت با فرهنگ ایرانیه. برای اینکه وقتی که میان میگیرن یه مملکت رو، وارد ایران میشن، ارتش شکست خورد، ارتش ساسانی پاشیده شد، رفتن شهرها رو گرفتن، بردن مردم رو فروختن، تجاوز کردن، سرایا کردن، زنها رو کنیز کردن، بچه ها رو برده کردن. ولی با فرهنگ 1500 ساله میخوان چیکار بکنن؟ فرهنگی که 3-4 تا رسول به تعبیر روزگار آفریده، زرتشت، زرتشت دوم، بوندس، مزدک، مانی و خیلی از بزرگان. یه فرهنگ ایجاد شده، فرهنگ وجود داره که نمیشه، مردم مشغول علف خوردن که نبودن، که معماری داشتن، فرهنگ داشتن. این فرهنگ رو میخوان ریشهش رو بزنن، برای اینکه این فرهنگ با فرهنگ اونا در تضاد آینی است و در تضاد فرهنگی. اون فرهنگ فرهنگ شادی و رقص، این فرهنگ فرهنگ اندوه. اون فرهنگ فرهنگی است که از یک سرزمین، از یک امپراتوری برخواسته، دارای شهرهای بزرگ، پروردگارش هر که بوده قربانی انسان رو ممنوع کرده، در گاتها رسولش گفته که اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. این آیه است، آیه ای از به اصطلاح گاتها. ولی این یکی چیز دیگه گفته، اینو باید بترسیم ازش دائم. و کسی که میرقصه نمیترسه، کسی که میرقصه، آواز میخونه، چنگ میزنه، با خدای خودش رفیقه، با اهورامزدا رفیقه. ولی این یکی، این گنده دماغ، گردن کلفت، آدم سوز،
که کسی جرأت نداره جلوش برقصه، فقط با جلوش سجده بکنی، جلوش بترسی، بلرزی، توبه بکنی، استغفار بکنی، تو سر خودت بزنی، زنجیر بزنی، قمه بزنی تا راضی بشی. این آیین از فرهنگ عقب مانده تر از فرهنگ ایران اومده، از فرهنگ یک ببینید بدون واقعا حب و بغض میگم بیابان‌های خشکیده و بیابان علف، مگر اینکه ما معتقد باشیم واقعا از آسمون کسی نازل شده، اون وقت داستان جداگونه است. من به این اعتقاد ندارم، برای اینکه از آسمون چنین چیزی نازل نخواهد شد. از تمدنی عقب مانده تر اومد و ایستاد، دید که باید نابود بکنه و بنابراین تیغ و ورداش افتاد به جون موسیقی. ببینید در موسیقی حرام، رقص حرام است، نمیدونم شراب حرام است، شرابی که زرتشت در خلاصه اون عبادتگاه ها شراب و هوم رو تقسیم میکردن، آتش رو که فرزند اهورامزدا بود بردن جهنم رو باش افروختن و آدم سوزوندن، با مجسمه سازی، با نقاشی، با همه چیز مخالفه. آخوندم حکم میده که آقا پروردگار این تاری گفته، بنده جوابم اینه که شما با پروردگارتون بروید به جهنم خودتون و شر رو کم کنید. حالا این رقص رو وقتی که به زبان عربی رقص، به زبان پارسی کهن میگفتن بازیک، از همون بازی، مثل عشق بازی، و به زبان فارسی بعد میگفتن رقص، عربا کردن رقص، و شبیه این تو زبان اروپایی هم وجود داره که من یه جایی دیدم الان در خاطرم دیدم، راک، راک اون هم ریشه در همون رقص و رقص داره، یعنی جست و خیز، یعنی بازی، یعنی حرکت کردن، یعنی برجهیدن، این معنیشه. حالا آخوند اومده چیکار کرد؟ آقا حرمت رقص در حدیث، به خاطر اینکه فرهنگ باید بین ببرن دیگه، هم در آغاز همه آخوندهای شیعه که اومدن دیگه شورش رو در آوردن، این بدتر از اول. میگن که من این حدیث خواهم گذاشت در یوتیوب، زیر یوتیوب، امام صادق فرمود زمانی که آدم از دنیا رفت، ابلیس و قابیل زبان به شماتت او گشودند و در مرگ او شادمانی کردند و به ساز و آواز و رقص پرداختند، پس هر کس که روی زمین بینگونه لذت جوید به ابلیس و قابیل اختلاف. این نظر آخوند چرندباف در مورد رقصیدن یک ملتی که 4-5 هزار ساله به خاطر آیین، به خاطر قدرت بدنی، به خاطر اتحاد رقصیده. حدیثی از علی امام اول شیعیان، عاقل نیست کسی که در پی لعب باشد و دائم با لهو و طرب خود را مشغول سازد. و باز از امام صادق نقل شده که پیامبر فرمود نهی میکنم شما را از رقص و مزمار و بربط و طبل. آقا اصلا چی کار به کار ما دارید؟ ما ملت از آغازی که پیدا شدیم رقصیدیم تو سفالیم، شما اومدید گوش ما رو میکشید که نهی میکنه. خب نهی نکن، نهی هم کردی، ما تو قرن 21 مشغول رقصیدنیم، گوش به نهایت نخواهیم کرد و به سات آخوندات هم پاک خواهیم کرد، میریزیمشون بیرون. ده ها حدیث حالا، ولی آخوند و این مکتب گرامی یک جاهایی هم کوتاه اومده گفته مسلما رقص زن برای مردان حرام است، اما درباره رقص زن برای زنان در میهمانی های عروسی هایی که تنها مردان نمیتوانند رفت آمد کنند نظر مراجع معظم تقلید به این شرع است. گوش کنید، آیات اعظام بهجت فاضل نوری وحید خراسانی و سیستانی، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، حتی تو مجلس زنام نباید است. آیات اعظام تبریزی، خامنه ای، امام خمینی، اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتیب مفسده نشود اشکال ندارد، ولی برای مؤمن سزاوار است که از آن اجتناب نماید. حالا شما برید رقص کردها و لورا و ترکمنا و بلوچا و آذریا رو ببینید، ببینید که به جز یک ملای واقعا که مغزش بوی پوسیدگی میده، کی واقعا تحریک جنسی میشه؟ بیشتر آدم شیفته اون قدرت بدنی و دلاوری و زیبایی حرکات میشه، ولی ملا اولین چیزش تحریک شهوت و ارتکاب گناه. آیت الله صافی، رقص زن برای زن هم حرام است. حالا آخوند بیکار، رقص در میان کسانی که محرم هستن چه اشکال داره؟ مثلا زن برای شوهر، فقها رقص زن فقط برای شوهر جایز است، باریکلا وقتی زن شوهر تنش در اتاق ببندن
خانم برقصه، آقام دست بزنه. و ولی رقص مرد برای زن جایز نیست. اینجا زنه که باید برقصه، آقا لذت ببره، اگر که مرد برقصه اشکال داره. خلاصه از این چرندیات فراوون دارن. من بعد خواهم گذاشت که چه چیزهایی اینا سرهم کردن در کتاباشون. منتها پایه رو ما باید ببینیم که از این وزوزهای خلاصه این مگسهایی که بر پهن میزیان، بر پهن خلاصه تفکرات پوسیده باید گذشت. و باز هم من تأکید میکنم که به دلیل مخالفت با فرهنگ شادی، به دلیل ریشه‌کن کردن فرهنگ ایرانی، به دلیل عقب ماندگی فرهنگ اسلامی از فرهنگ ایرانی، به دلیل عقب ماندگی تمدن اسلامی که اصلا تمدنی وجود نداشت، اون چیزی که اسمش تمدن گذاشت، از تمدنی که 15 قرن ریشه داشت و به دلایل شبیه این هست که آخوندها احساس خطر میکنن، زیرا عذاب و توسری زدن. شما نگاه بکنید مملکت 12 بار ما عذاب داریم، 14 بار به خاطر 12 مصوم، یک ماه رمضان ماه خلاصه اندوه و نتراشیدن ریش، ماه محرم همینطور اندوه، انبوه چیزهای دیگر هم اضافه بکنید، از سینه زنی و فلان، ببینید اون فرنگی که جایگزین فرنگ ایرانی شده چه فرنگ هولناک و تا اون واریست که ریشه شادی رو میکنه. حالا برید تو روانشناسی خواهید دید که اندوه پاسیو، هر چی که انسان اندوهگین باشه تسلیم پذیرتر هست، خلاصه سرش تو لاک خودشه، به فکر آخرته، دائم به فکر قبر و مرگ و زندگی رو خلاصه باری به هر جهت میگذرونه. و کسی که چنین فکر میکنه نمی جنگه، مبارزه نمی کنه. ولی کسی که زندگی رو دوست داره، کسی که به زیبایی زندگی فکر میکنه، کسی که شاده، شادی متحرکه، این خواهد جنگید. و خوشبختانه ما شاهدیم که آخوندها با تمام زوری که زدن موفق نشدن که این فرهنگ شادی رو علارغم خروارها، خروار سیاهی و نکبت و سوک که ریختن در طول قرنها، در مردم ایران خفه بکنن. و یک دختر ایرانی که بعد از 20 سال بعد از این انقلاب نکبت 22 بهمن زاده شده، این با یک رقص ساده خودش، با یک رقص معصومانه خودش که چهره زیبای خودش نشون داده، دم و دستگاه آخوند رو به حرکت آورده. و تمام این دایناسورهای با عرض معذرت از دایناسورها، چون دایناسورها این کارا رو نکردن که آخوند کردن، به لرزه در آورده. و جناب آیت الله سیستانی، آیت الله گمپایگانی، آیت الله مکارم دارن فتوا میدن. این گوشه ای از حکایتی که چرا اینجوری است. بسیار آقا ممنونم. و این تیکه آخرت خیلی جالب بود که دایناسورها هم این جنایت ها رو نکردن که آخوندا کردن. واقعا اینا در هر لباسی که باشه، فرق نمی کنه دینش چیه، در هر لباسی که باشه جز خیانت به ناموس مردم کار دیگه ای نکرده در طول تاریخ. بسیار ممنون و سپاسگزارم از این برنامه ویژه که در حقیقت به دو شخصیت در تاریخ معاصر ایران پرداختی، یکی عباس امیرانتظام که قربانی توطئه آخوند شد و در شور انقلاب همه یه پارچه در مبارزه خیالی خودشون علیه امپریالیسم جهانخوار، در حالی که آخوندا در پشت با اسرائیل و آمریکا گاوبندی کرده بودن، در روی صفحه مردم بیچاره رو به خیابان میکشیدن و سازمانهای جریانهای سیاسی هم در این توطئه شرکت کردن. و دیگری هم شخصیت بزرگی که تاریخ درباره او قضاوت خوب خواهد کرد و اون دکتر قاسملو بود. بسیار از حضور در برنامه سپاسگزارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم. تا فرصت دیگر و با
پنجشنبه دیگر و گفتگو دیگر. متشکرم جناب یغمایی. سپاس از شما آقای بهبانی و درود به همیهنان گرامی و باز هم گرامی باد یاد آقای امیر انتظام و دکتر عبدالرحمن قاسم‌لو و به امید پنجشنبه هایی پربارتر. موفق باشید. ممنونم ازت. سپاس گذارم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای یغمایی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز به ما کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است که آمار و ارقام هرگز دروغ نمیگوید، اظهار لطف کنید، سایت میهن تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید و به حال یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید، کمک میکنه به شما و برید تو اپستور همین تا بنویسی میهن، اون میهن تیوی میاد بالا، اون رو تو دستگاه تلفن و آیپد و آیفون خودت دانلود کن، توی تابلت، هر جا که این وسایل رو دارید، به هر حال کمکتون میکنه. کمک کن به دوستانت که اپو دانلود کنه. گفتم من هزینه زیادی بابتش دادم فقط برای اینکه صدا و تصویر به سمت شما آسانتر روانه گرده. بعد هم شبکه های اجتماعی است. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی عدد یک. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما نازنینان باشم. مطلب آخر هم وضعیت مالیه. در این زمینه خواهش میکنم تجدید نظر کنید و ما را از حمایت مالی محروم نکن. متشکرم.